سلام خدمت شما شاگردهای عزیزی که برنامه خودتان مکتب هادی را تماشا میکنید. شاگردها امروز فصل دوم درس ششم از کیمیای صنف 9 را در خدمت شما عزیزان میباشیم. نمبر ارتباطی برنامه ما شما را از یاد نبرید. 20964780255413. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، با برنامه مکتب هادی و سوالها و پیشنهادات و کار خانگی خود برای ما روان کنید. موضوع این فصل در رابطه با الکاین ها می باشد. اگر یادتان باشد در جلسات پیش ما و شما یاد گرفتیم الکان ها، سایکلو الکان ها و الکین ها را یاد گرفتیم که هایدروکاربون های مشبوه می بود. امروز می خواهیم الکاین ها را یاد بگیریم. با هم بخوانیم که الکاین ها چی است، دارای چی ویژگی های می باشد و ما چه قسمی می تانیم یک الکان، یک هایدروکاربون الکان را نامگذاری کنیم و بعد از او با مرکبات اروماتیک ها آشنایت پیدا می کنید که اروماتیک ها چه قسمی مرکبات می تانه باشد و مهمترین و ساده ترین مرکب اروماتیک ها و الکاین ها را با هم کار میکنیم که چی خصوصیات و ویژگی هایی داره و در کجاها مورد استفاده قرار میگیره. شاگرد های عزیز و متعلمین گرامی با شروع درس با ما همراه باشید. الکاین ها به هایدروکاربون های غیر مشبوعی گفته میشود که رابطه ما بین اتم های کاربون یک رابطه سگانه است. فرمول عمومی قسم مرکبات CnH2n-2 می باشد که N تعداد اتم های کربن برای ما نشان می ده، 2n-2 تعداد اتم های هیدروژن برای ما مشخص می کند. در نامگذاری الکاین ها از پسوند YN ای استفاده می شود به جای پسوند ANE در الکان ها. پس به این مشخصه خوب دقت کنین، اگر هر کجای شما پسوند YN ای را مشاهده کردین نشان دهنده یک نوع الکاین می باشد. مثالی که از الکاین ها میتونید برایتان داشته باشیم برایتان بزنیم، استیلین هست که ساده ترین مرکب الکاین هاست با دو اتم کربن که رابطه ما بین دو اتم کربن یک رابطه غیر مشبوع یا سگانه است و دو اتم هیدروژن هم به آن اتصال یافته. پس یاد گرفتیم که الکاین ها چی است و ساده ترین الکاین نامش چی میتونه باشه. همونطور که در نامگذاری الکان ها و سایکلو الکان ها شما یاد گرفتیم که ما به سه مرحله یا سه گام میتونستیم که مرکب مورد نظر را نامگذاری کنیم، در الکاین ها هم برای نامگذاری اونها به طریقه آیوپک ما سه مرحله را باید طی کنیم یا سه مرحله را انجام بدیم تا نام الکاین را نوشته کنیم. به این مراحل خوب دقت کنید. مرحله اول مانند نامگذاری الکاین ها یک قسمی است که طویل ترین زنجیره کاربونی را که دارای رابطه سگانه می باشد را مشخص می کنید. بعد از اینکه طویل ترین زنجیره را انتخاب کردین، شروع به شماره گذاری و نمبر گذاری اتم های کربن زنجیره اصلی می کنید. نامگذاری را به قسم انجام می دید یا از سمتی انجام می دید که به رابطه سگانه نزدیک تر باشید. با
بعد از اینکه مرحله دور انجام دادید، مرحله آخر یا مرحله سوم در وقت نامگذاری، اول نمبر یا شماره کاربونی که دارای رابطه سگانه می باشه رو مشخص میکنید، نوشته میکنید و بعد از اون نام الکاین مورد نظر رو نظر به تعداد اتم های کاربون مرکب با پسوند YNE نوشته میکنید. خب این سه مرحله را دقت کنید و یاد داشته باشید که می رویم در رابطه با نامگذاری الکان ها با هم مثال کار کنیم. مثال یا تمرینی که برای شما داده میشه، نام الکاین های زیر را نوشته کنید. ساختارهایی که برای شما داده شده را دقت کنید. 4 ساختار دارن که هر کدام در این قسمت برایتون ساختارش را ترسیم میکنم و بعد از اون نامش را نوشته میکنیم. خب سه مرکب یا الکان برای شما داده شده، 4 مرکب یا الکان برای شما داده شده و از شما خواسته شده که نام آن را نوشته کنید. با توجه به سه مرحله که پیشتر براتون گفتیم، ما میتونیم نام الکان ها را نوشته کنیم. خب مرکب اول را دقت کنید، ساختاری به این صورت برای شما داده شده. مرحله اول برای نامگذاری ها، طویل ترین زنجیره که دارای تعداد اتم های کربن بیشتر می باشه و همچنان دارای رابطه سگانه می باشه را انتخاب می کنید. خب طویل ترین زنجیره کربنی ما این زنجیره می تونه باشه دیگه، درست است که هم طویل طولانی است و همی که دارای رابطه سگانه می باشه. مرحله دوم شروع می کنیم به نمبر گذاری اتم های کربن. نمبر گذاری را از سمت انجام میدیم که به رابطه سگانه نزدیکتر باشیم. پس ما از این سمت، از سمت راست نمبر گذاری را انجام میدیم. 1، 2، 3، 4 و 5 و در آخر نامش نوشته میکنیم. در وقت نامگذاری اول نمبر کاربونی که دارای رابطه سگانه است، نمبری 1 رو نوشته میکنیم. بعد از اون نام الکاین مورد نظر به تعداد اتم های کربن. نام الکاینی با 1، 2، 3، 4 و 5 اتم کربن می شود پنتاین با پسوند YNE. پس نوشته میکنیم پنتاین با پسوند YNE. پس نام شد 1 پنتاین الکاینی با 5 اتم کربن که بر روی نمبر کربن شماره 1 رابطه سگانه موجودیت دارد. مثال بعدی برای شما با ساختار داده شده است. اولین کار زنجیره را انتخاب میکنیم، طویل ترین زنجیره که دارای رابطه سگانه هم باشه. شروع با نمبر گذاری میکنید، نمبر گذاری را به قسم انجام میدید که به رابطه سگانه نزدیک تر باشید. خب ما اگر نمبر گذاری را از سمت راست انجام بدیم میشه 1، 2، 3، 4. اگر از سمت چپ انجام بدیم 1، 2، 3، 4. رابطه سگانه ما از هر طرف با 1 فاصله با عین فاصله قرار گرفته، پس فرق نمیکنه ما از کدام سمت، از سمت چپ یا از سمت راست نمبر گذاری را انجام بدیم. من نمبرگذاری را از سمت چپ انجام میتونم 1، 2، 3 و 4. خب بعد نامش را نوشته میکنیم. در وقت نامگذاری اول نمبر کربنی که دارای رابطه سگانه میباشه. چون نمبرگذاری از سمت آغاز شده، پس نمبر 2 را نوشته میکنم. نام الکاینی با 1، 2، 3، 4 اتم کربن میشود بیوتان با پسوندی YNE. پس شد الکاینی با 4 اتم کربن که بر روی نمبر شماره 2 کربن 2 رابطه چی وجود داره؟ رابطه سگانه. مثال بعدی طویل ترین زنجیره رو انتخاب میکنیم، شروع به نمبر گذاری میکنیم،
دم برگزاری از سمت انجام میشه که به رابطه سگانه نزدیکتر باشیم. اگر سمت راست انجام بیتیم 1 2 3 4 5. خب اگر سمت چپ انجام بیتیم 1 2 3 4 5. پس از این سمت به رابطه سگانه نزدیکتر هستم. پس از سمت چپ انجام میتیم 1 2 3 4 و 5. خب در وقت نامگذاری اول نمبر کربونی که دارای رابطه سگانه است، 2، بعد از اون نام الکاین مورد نظر. نام الکاینی با 1 2 3 4 5 اتم کربن می شود پنتاین با پسوند YNE. پنتاین نام الکاین با 5 اتم کربن بر روی کربن نمبر 2 رابطه چی وجود داره؟ رابطه سگانه. مرکب آخر باز زنجیره اصلی رو انتخاب میکردیم با طویل ترین اتم کربن، رابطه سگانه هم درش حتما وجود داشته باشد، انتخاب میکنیم. اگر از سمت راست نمبر گذاری انجام بیتون به رابطه سگانه نزدیکتر هستون، پس از سمت راست نمبر گذاری را انجام میتون 1 2 3. در وقت نامگذاری نمبر کربنی که دارای رابطه سگانه هسته، چون از سمت راست نمبر گذاری آغاز کردم، پس نمبر 1 را نوشته میکنم. نام الکاینی با 3 اتم کربن می شود پروپاین با پسوند YNE. 1 پروپاین نام الکاینی با 3 اتم کربن که بر روی کربن نمبر 1 رابطه چی وجود داره؟ رابطه سگانه. خب به این ترتیب شما تانستید، شاگردا تانستید که براحتی با توجه به 3 مرحله ای که یاد گرفتین نامگذاری الکاین ها را نوشته کنید. در سنف های بالاتر شما با نامگذاری های پیشرفته تر در رابطه با الکاین ها یاد خواهید گرفت و کار خواهید کرد که اگر الکاین مورد نظر دارای یک شاخه یا معاوضه باشه چه قسمی ما میتونیم نامگذاری را آغاز کنیم یا نوشته کنیم. در این قسمت، در این درس، در این فصل شما فقط با الکاین های سر کار دارید و نامش را نوشته میکنید و یاد میگیرید که دارای زنجیره مستقیم باشد. خب در اینجا با الکاین ها نامگذاریش آشنایت پیدا کردین. حالا میخواییم ببینیم که ساده ترین و مهمترین مرکب از سلسله الکاین ها که بسیار مهم است نامش چی است و چی خاصیت و ویژگی هایی داره. اولین مرکب از سلسله الکاین ها مرکب است با 2 اتم کربن و 2 اتم هیدروژن به نام استیلن که خواص ظاهری که داره یک گاز کاملا بیرنگ است و زهری میتونه باشد. به قسمی که شما اگر در مقابل گاز استیلن و بخاراتی مرکب قرار بگیرید باعث مسمومیت شما میشه و خطرناک هستن. اما ویژگی که دارن برای قطع و لم کردن فلزات در جوشکاری از آن استفاده میشود که یک کاربرد بسیار ویژه و مهم این مرکب از سلسله الکاین ها میتونه باشد. خب حالا میخواییم ببینیم که استیلین که یک مرکب بسیار مهم است چه قسمی استحصال میشه، چه قسمی تولید میشود. به شکل زیر دقت کنید، طریقه استحصال استیلین برای شما نمایش داده شده است. برای اینکه استیلین تولید شود در تعاملات کیمیاوی مرکبی به نام کلسیم کاربوید که یک مرکب جامد است با رنگ خاکستری یا سیاه رنگ می باشد، اگر این مرکب با آن آب علاوه کنید بین مرکب CaC2 و H2O یک تعامل کیمیاوی رخ می دهد. تعاملی که رخ می دهد برای ما CaOH2 را تولید می کند که یک مرکب جدید است و همچنان ایتاین یا استیلین که مرکب اولین مرکب از سلسله الکاین ها می باشه رو برای ما تولید می کنه. پس این قسمی ما می توانیم استیلین را استحصال کنیم در محیط های لابراتواری.
دقت کنید نکته‌ای که در رابطه با استحصال استیلین وجود داره. ممکن است که از شما سوال شود برای استحصال استیلین از چه مرکباتی استفاده میشه؟ باید شما یاد داشته باشید مرکب کلسیم کاربات CaCO2 و همچنان آب استفاده می شود که این مرکب استیلین برای شما تولید شود. این را خوب دقت کنید و به خاطر داشته باشید. مرکبات جدید دیگه که ما شما امروز می خواهیم یاد بگیریم اروماتیک هستن. اگر یادتان باشه در تقسیم بندی که در جلسات پیش داشتیم در رابطه با هایدروکاربون ها به شما گفته شد که هایدروکاربون ها به دو دسته تقسیم می شد. دسته الیفاتیک ها و دسته اروماتیک ها. دسته الیفاتیک ها که ما شما کار کردیم پیشتر الکاین ها بود، سایکلو الکان ها بود، الکین ها بود و الکان ها بود که هر کدام جداگانه ما شما یاد گرفتیم. حالا امروز می خواهیم در ادامه با مرکبات اروماتیک ها که دسته دیگه از هایدروکاربون ها می باشه با هم کار کنیم که اروماتیک ها چی ساختارها و چی خواص و چی ظاهر مولکولی اونها چی قسمی می تانه باشه. اروماتیک ها هایدروکاربون های غیر مشبوع می باشد که دارای یک یا چند حلقه است و ساختارهای حلقوی اروماتیک گفته می شود که غیر مشبوع می باشد، یعنی دارای رابطه دوگانه است. خوب دقت کنید که اروماتیک ها یا می تانه تک حلقه ای باشد یا دو حلقه ای باشد یا حتی چند حلقه ای هم می تانه باشد. این ساختار را مقایسه کنید با ساختار سایکلو الکان ها که در درس های پیش براتون گفته شد. در ساختار سایکلو الکان ها آنها هم ساختار حلقوی و حلقه‌ای داشت اگر یادتون باشه. تفاوتی که سایکلو الکان ها با اروماتیک ها داره. سایکلو الکان ها رابطه ما بین اتم های کربن یک رابطه مشبوع و یگانه بود. اما در ساختار اروماتیک ها شما میبینید که غیر مشبوع هست و رابطه دوگانه به صورت یک در میان ده حلقه تکرار شده است. پس این تفاوتی هست که بین اروماتیک ها و سایکلو الکان ها وجود داره که خوب دقت کنید به این مسئله. و اما چی خواصی اروماتیک ها داره؟ اروماتیک ها شاگردا و متعلمین گرامی از کلمه اروما گرفته شده است به معنای عطر و بوی. این قسمی مرکبات بوی بسیار خوشایند داره مانند بوی عطرجات یا بوی انواع گلها. اما با توجه به بوی عطر و بوی خوشی که داره متاسفانه بخارات اروماتیک ها بسیار بسیار سمی است. به قسمی که اگر شخصی در لابراتوار با بخارات اروماتیک ها سر و کار داشته باشه بدون محافظ باعث امراض سرطان ها میشه، از جمله سرطان جگر و گرده میشود. پس کسانی که با بخارات اروماتیک ها سر و کار داره باید بسیار مراقب باشد. اما با توجه به بخارات سمی که داره دارای کاربرد های ویژه هم میباشد در صنعت لابراتوار ها. از جمله کاربرد هاش میتونه در دواسازی باشه که بسیار استفاده می شود. مانند آسپرین که برای تسکین درد از آن استفاده می شود و دکترهای ما تجویز می کند. و همچنان مصروفیت دیگری که داره اروماتیک ها مرکبی به نام تتراسایکلین که برای درمان عفونت ها از جمله عفونت دندان ها استفاده می شود و تجویز می شود. و کاربرد دیگری که داره برای تولید رنگ استفاده می شود. اگر در لابراتوارها مرکبات اروماتیک را با هم یک جای کنه رنگ‌های فوق‌العاده زیبا و قشنگی تولید می‌شود که از آن در تولید رنگ‌ها در نساجی‌ها استفاده می‌شود. پس این دو کاربرد بسیار مهمی اروماتیک‌ها می‌باشد در صنعت فابریکه‌ها و لابراتوارها.
و اما این اروماتیک هایی که پیشتر براتون گفتیم که چه کاربرد های مهمی هم داره، چه قسمی تولید میشه، از کجا تولید میشه و منبع تولید آنها چی است؟ به طور کلی اروماتیک ها از زغال سنگ و پترولیم تولید میشوند. اگر زغال سنگ یا گاز طبیعی یا پترولیم در صنعت لابراتوارها طی تعاملات کیمیایی که انجام میده تولید میشه اروماتیک ها و برای مصرفیت های مختلف در کارخانجات در لابراتوارها انتقال داده میشود که کاربرد های مخصوص به خود را دارد که پیشتر براتون یادآوری کرده. و اما اولین و ساده ترین مرکب از سلسله اروماتیک ها که باید یاد داشته باشید بنزین می باشه. می خواهیم ببینیم که مرکب بنزین دارای چه ساختاری هست و چه ویژگی هایی داره. ساختارش ها که همونطور که در شکل زیر مشاهده می کنید متعلم گرامی، بنزین یک اروماتیک است تک حلقه‌ای. به این صورت ساختارش را مشاهده می کنید با فرمول مولکولی C6H6 که دارای 1, 2, 3, 4, 5 و 6 اتم کربن می باشد و همچنان دارای 1, 2, 3, 4, 5 و 6 اتم هیدروژن در ساختار خود می باشد. این ساختار ظاهری بنزین میتونه باشد. و اما خصوصیت ظاهری دیگه ای که داره مایع بیرنگ است. کاملا شفاف و بیرنگ است و زهری. باعث مسمومیت میشود و بوی فوق‌العاده خاصی را دارد که در مایع‌های لابراتواری شما باید بدون محافظ، نباید بدون محافظ مرکب را استفاده کنید. تالووین که در شکل زیر براتون مشخص شده از جمله مشتقات بنزین میتونه باشه که خواص مشابه به بنزین را دارد. یک مایع کاملا بیرنگ، زهری و بوی خاصی را دارد که بسیار کاربرد داره که با کاربرد آن در صنف‌های بالاتر شما آشنایت پیدا میکنید. کاربردی که بنزین داره و بسیار هم مهم هست در محیط‌های لابراتواری یک محلل بسیار خوبی برای شحمیات میتونه باشه. میتونه شحمیات را در خود حل کند. همچنان مرکباتی از جمله آیودین و سلفر که به صورت جامد در طبیعت یافت میشن در محیط‌های لابراتواری میتونه در خود حل کنه. در تعاملات کیمیایی که لازم باشه آیودین و سلفر حل شود، از محلل بنزین استفاده می شود برای حل شدن این مرکبات. این از جمله مصروفیت هایی بود که بنزین می تواند داشته باشد. خب درس امروز ما به اینجا آخر رسید. می خواهیم یک خلاصه و مرور کنیم که درس امروز ما و شما چی یاد گرفتیم. امروز ما و شما یاد گرفتیم که الکاین ها چی است. گفتیم الکاین ها هیدروکاربن های غیر مشبوع بود که دارای رابطه سگانه هستند. فرمول عمومیش را یاد گرفتیم CnH2n-2 و همچنان ساده ترین مرکب الکاین ها به نام استیلین را یاد گرفتیم که دارای خواص و ویژگی های مخصوص به خود بود. در قطع و لم کردن فلزات استفاده می شد و همچنان یاد گرفتیم مرکبات اروماتیک. اروماتیک ها را گفتیم ساختارهای حلقوی است که غیر مشبوع می باشند. رابطه دوگانه به طور یک در میان در ساختار حلقه تکرار می شود و ساده ترین و مهمترین مرکب از سلسله اروماتیک ها را یاد کردیم به نام بنزین که گفتیم کاربردهای آن چی است. همچنان یاد گرفتیم که اروماتیک ها خواصی که داره دارای بوی عطر، بوی خوشایندی است مانند بوی عطرجات، بوی انواع گلها، اما بسیار بخارات مرکبات سمی می باشد. باعث ایجاد امراض سرطان جگر و گرده می شود. خب یک کار خانگی هم براتون داریم که تحقیق کنید مرکبات اروماتیک چه کاربردهای دیگه را می تواند در زندگی روزمرگی ما و شما داشته باشد و چند نمونه مرکب اروماتیک
تحقیق کنید و پیدا کنید و در کتابچه های خود نوشته کنید یا برای ما به نمبری که در ابتدای درس براتون گفتیم روان کنید. شاگردها و متعلمین گرامی، امیدوار هستم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین. شما را به خداوند منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باشد.